درود بر شما عزیزان و یاران همراه. به یاری خدا 15 جلسه از سلسله برنامه‌های آموزشیمون رو آغاز می‌کنیم با توضیحاتی پیرامون گوشه فوق‌العاده زیبا و کاربردی حجاز در ابوعطا. قبل از اینکه راجع به حجاز صحبت بکنم، یک مرور کلی می‌کنم که ما درآمد رو زدیم سیخی آوازی و رامکلی. از درآمد تا رامکلی، یعنی تا پیش از حجاز، دیدید که تمام ملودی‌هایی که در گوش‌های مختلف زده شد زیر سایه درآمد حرکت کردن، یعنی درجه خاصی یا بستر صوتی خاصی رو اضافه بر درآمد ما معرفی نکردن. همون حال و هوای درآمد رو با زبان‌های مختلف درست میتونیم بگیم بیان کردن. خاطرتون باشه یک دو جلسه پیش بود که من داشتم توضیح دادم، گفتم که من معتقدم ابوعطا دو بخشه: ابوعطای درآمد تا حجاز، ابوعطای حجاز تا فرود. به این دلیل که از درآمد تا سر حجاز که این جلسه میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، نوت شاهد خیلی خودنمایی میکرد و همونطور که چند لحظه پیش عرض کردم، تمام گوشا حال هوای درآمد رو داشتن بیان میکردن. اما در حجاز داستان متفاوته. قبل از راجع به حجاز صحبت بکنم، اول راجع به درجات حجاز میگم، پس از اون میریم راجع به حجاز صحبت میکنیم. دوستانی که معتقدند ابوعطا درجه دوم شور هستش، یعنی اگر ما شورمون رو فرض کنیم ابوعطا میکرون بخواد حساب بکنیم، حجاز درجه پنجم شور و یا به عبارتی درجه چهارم نوت شاهد در ابوعطا میشه. یعنی اگر شور ما ره باشه، ابوعطا و ابوعطا میکرون محسوب بشه، حجازمون میشه شاهدش میشه لا. ولی اون دسته از افرادی که معتقدن، از جمله خود من، معتقدن که ابوعطا درجه چهارم شور هستش، حجاز میشه درجه دوم نوت شاهد، یا به عبارتی باز هم همون درجه پنج شور. هیچ فرقی نمیکنه، یعنی ما چه ابوعطا رو درجه دو شور بدونیم و چه درجه چهار شور بدونیم، نوت شاهد حجاز درجه پنجم شور محسوب میشه. حالا ممکن بگید که نوت شاهد حجاز مگه ابوعطایی که ما میزدیم ابوعطای صلح نبود؟ مگه شاهدمون صلح نبود؟ پس چرا میگیم شاهد حجاز؟ دقیقاً نکته همینه. ببینید دوستان عزیز، بعضی از گوشه‌ها توی هر دستگاه یا آوازی انقدر بنیاد محکمی دارن و انقدر کاربردی هستن که خودشون درون خودشون زیر سایه نوت شاهد اون دستگاه یا آواز، خودشون درون خودشون برای خودشون شاهد دارن. یعنی چی؟ خاطرتونه دیگه، گفتم ابوعطای درآمد تا حجاز، ابوعطای حجاز تا فرود. یعنی چی؟ دیدین که در ابوعطا در اون چهار گوشه که تاکنون زدیم، نوت شاهد ما نوت سول بوده، بیشتر از همه نوتا خودش نشون میداد. الان در حجاز که شاهدش میشه نوت لا، قراره که نوت لا بیشتر از بقیه خود نمایی بکنه. حجاز این خاصیت رو داره که بیشتر جملات و تاکیدها روی نوت لا اتفاق میفته. ابوعطای سول که داریم میزنیم، شاهد حجازش گوشه حجاز شاهدش میشه نوت بعد از شاهد ابوعطا، یعنی ابوعطای ما سوله نوت بعدش میشه لا، گوشه حجاز شاهدش میشه نوت لا. در حجاز که ما میزنیم نوت لا شاهد حجاز ماست، بیشتر خود نمایی میکنه. خود شاهد ابوعطا یعنی سول، و نوت فرود که شاهد مادر یعنی شور باشه ره. این چهار نوت، این سه نوت از میخوام، یعنی لا سول ره، بیشتر از بقیه نوت ها در حجاز خود نمایی میکنن. چرا؟ لا که خودش شاهد حجازمونه، سول که شاهد کلی ابوعطای ما محسوب میشه، و ره که شاهد مادر یعنی دستگاه شوره و در نهایت قرار به ره ختم بشه. گوشه هایی که از این پس اجرا میشن، یعنی بعد از حجاز اجرا میشن، گوشه هایی هستن که اجراشون وابسته است به حجاز. یعنی چی؟ چرا گفتم ابوعطای درآمد تا حجاز، حجاز به بعد؟ چون حجاز مجوز اجرای گوشه های دیگر رو صادر میکنه. خوب دقت بفرمایید. اولا که به قول استاد فخرالدینی میفرمایند که حجاز مهمترین گوشه در ابوعطا است. به قول استاد کلر وزیری میگن که جزء لاینفک ابوعطا است حجاز. نمیشه ابوعطا بزنیم حجاز نزنیم. وقتی که حجاز اجرا میشه، با اجرای حجاز گوشه‌های مثل چهارپاره شمالی یا دستان عرب، خسرو شیرین، بستنگار، اینا دیگه پس از حجاز میان. تا حجاز نیاد اونا معنی ندارن، تا حجاز نیاد اونا اصلا حق اجرا ندارن. خب پس ابوعطای سولی که ما داریم میزنیم
حجازمون میشه روی روتلا، تاکید بر لا هست. دقت کنید جهت اطلاع دوستانی که نمیدونن عرض میکنم، من ردیفای مقدماتی رو از کتاب استاد زولفانون دارم عرض میکنم. خب حجاز، لا سی سولا لا. ببینید من الان 5 تا نوت زدم، 3 تاش لا بود. لا سی سولا لا. ببینید چقدر روی لا داره تاکید میکنه، چون شاهد حجاز لاست دیگه. این لا انقدر از اینجا بعد اهمیت پیدا میکنه که گوشای دیگه هم زیر سایه لا قرار اجرا بشن. حالا عرض میکنم، از ابتدا میزنم. ببینید لا سی سولا لا، استیکاتو میخوره، لا سی سولا سولا. حالا حواستون بود؟ تأکید روی لا، تأکید روی سول، خاتمه روی ره. یک بار دیگه میزنم، دقت کنید. حواست به تأکید روی سول هست. لا سول 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 لا سول سول روی ره فان. دوباره میگه یه بار اینجا رو میزنم، نوتا رو میخونم. یعنی شروع جمله دوم اینه، جمله اول بود لا سی سولا لا. حالا اینجا میگه سول سی لا سول فا سول فا لا سول فا می فا می سول فا می فا. حالا اینجا با یک تحریر دوباره از ره به لا برمیگردیم. استیکاتو برد اینجا رو سازولفون گفته دوره اجباری برای استیکاتو نیست، تکیه. ببینید دوره این تحریر رو من آخر سر که زدم براتون میگم چند مدل میشه این تحریر اجرا کرد. ببینید دوره، حالا من این کتاب میزنم دوره اینجا سی کروم میشه. ببینید راجب این دوتا تحریر توضیح بدم. اینجا کتاب گفته دو ره ره می فا می فا می فا سو لا سو لا سو الاخر. این میشه اینطوری بیاریم پایین بگیم دو ره ره می فا سو لا سو لا. یا مثلا از بخواهم بگیم یا مثلا هدف اینه که ما متوالی نوت‌ها رو تهی بکنیم از ره به لا برسیم. خب بعد اینجا گفت دو دو سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو. کتاب گفته راست هم 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 راست هم. خب اینو میتونیم شلال بزنیم، قبلا داشتیم. یعنی بگیم ببینید شعر میگه ای چشم من خیره، ای چشم من خیره در اوصافی. حواستون هست که چقدر نوت لا داره خود نمایی میکنه؟ ببینید یه بادیه ای چشم من خیره، ای چشم من خیره در اوصافی. چون مرد شب، چون مرد شب کیش نبیند به روشنی. یا چون مرد شب، چون مرد شب کیش نبیند به روشنی. دوباره همون تحریر که این رو استاد شجریان در آلبوم اشتانه میگن لاف عشق و گله از یار. اینجا میگه
این چشم پس حسش یکیست. یک بار دیگه من از شعر به انتها رو میزنم که داره میگه این چشم خیره این چشم خیره بر اوصاف چون مرد شب چون مرد شب پیش نمیمد به روشن دوباره همون تحریف که خواننده میگه یعنی میگه حجاز از لا شروع کردیم به لا ختم کردیم یعنی چی؟ یعنی نوت لا ما رو رها نکرده حالا حالا با ما کار داده و ما هم حالا حالا باش کار داریم گوشهایی که میزنیم تاکید بر روی نوت لا هستش. امیدوارم که مطالب این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. دوستانی رو که داریم و شرایط کلاس رفتن ندارن و یا علاقه من به یادگیری ردیف های مقدماتی هستن میتونید زیر این پست تک کنید تا با این پیج آشنا بشن، آموزش های قبلی ما رو ببینن. سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر نظری که دارید رو بفرمایید، کامنت بفرمایید. با جان و دل پذیرا هستم. موفق و مؤید.